توی تورنتو رو گشتم دنبال لباس عروس تا بالاخره پیداش کردم، همون رنگی که میخواستی. مگه نه؟ پشت به پشت ببینم اندازه تو لباس گرماتم برداشتم برای فارد آقا کونه آرش. آره خجالت میکشی اینجا؟ خب من رو میکنم اون ده شماره پوشیدی؟ آره پوشیدم. زبون رو نداشتی چی کار میکردی؟ بسه خوب ببینم ات. چقدر خوشگل شدی. خوشم میاد از این آرش، برای همه کاراش برنامه ریزی داره. باری کرد اینم میبریم، خوام بابا نشون بده.
جای معروف تورنتو نبینمش قبل رفتن. هر کی با من کار داشت بگو نیست. سهرابیه. من در باز میکنم. ماشین شرکت رو برده. سلام. نمیای بالا؟ بله من الان میام پایین. کنه ول نمی کن. خیلی شیکی شما. آره آره آرش این بچه ها رو ببریم اونجا نشونشون بدیم. اون سنگه هست اونجا خوشگله. از ایرون برگشتی هوایی شدی. میدونی تو این یه سال و لحظه لحظش با هم بودی، خوب و بد، دلتنگی، خوشی. گوش میکنی دختر؟ اما شمارش معکوس شروع شده. فقط 47 روز دیگه مونده. 47 روز و 5 ساعت و شمارش معکوس شروع شده. فقط 47 روز دیگه مونده. 47 روز و 5 ساعت و 30 دقیقه. ساسا خیلی دلم برات تنگ شده. خیلی 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 زیاد. میفهمی؟ دیشب یک ساعت با آرش حرف میزد. نه دیگه چیزی نمونده. دانشگاه تعطیل شه و میاد. به سلامتی اینجا عقد میکنن و بعد از 6 ماه سارا میره. خیلی نگرانم لیلا. نمیدونم چی میشه. نه بابا خودش وسایلشو جمع کرد. از دیروز سالا نه از خونه بیرون رفته نه سراغ دوستایی در دیوونهشو گرفته. سارا جان مادر پاشو دیر شد. خاله لیلا میگه چرا راه نمیافتی؟ چی بگم؟ هر روز میرم دکتر مش پست اعصاب میکنم. آره دیشب ماشین شرکت آورد. همین. ای بابا تنها چیزی که فکر نمی کنم خودم. دلم برای خودم تنگ شد. آخ دیر شد. بهت زنگ میزنم. سارا جان باشا دیگه عزیزم. باشا عروس خانم. Every time we kick it.
you like my sticky icky on my sweet gooey gooey. آقا یونس، سارا رو ندیدی؟ سارا خانم یه ساعت پیش رفت در اینکه چیز که پیش افتاد هر صداش کردم نشنی. مامانا جان، سیما هستم، مادر سارا. مادر سارا، پیش تو نیست؟ خیلی خوب، باشه. دروغ میگی، این سگ. افشار هستم، مادر سارا. خیلی ممنون. ببخشید این وقت صبحی. رویا جون هست؟ میخواستم ببینم سارا. بله گفته بودین. منم دلم نمیخواد این دوتا هم دیگر ببینن. خوب کاری میکنین. مطمئن باشین دختر شما هم بیاد اینجا، من راش نمیدم. آقای دکتر خلیلی اجازه بفرمایید. مشکل دختر خود تو گردن بچه من ننداز. قرار ما بریم. این چیه؟ قرصاتو چرا نخوردی؟ ببین چه به روز خودتو بردی؟ این قرصتو بخور. عزیز دلم، نازنین، الان که راه بیفتیم بعد از ظهر میرسیم پیش خاله لیلا. میگفت یه جوری بیاین نهار با هم باشیم. نمیرسیم، عیبی نداره. خوش اومدن. خوش بهش گفتم اینا رو هم براش خریدی. میگفت سارا سلیقه منو بیشتر از تو میدونه. ساندویچ ها یادم نره، بطری های آبم گذاشتم تو جای یخی. سویچ ها بده. قلقش دست خودم میرونم. ماشینا خودمونو میگم. کجا میخوای بری؟ دیویدیه که بچه دستم باید بهش بدن. سارا چرا فکر میکنی من خرم؟ ببین نگاه آمان بکنی دست اینچو بده به من. ما کجا میخواییم بریم؟ پیش خاله لیلا چه غلطی میخواییم بکنی؟ میام ولی اول باید اینو بدم. دی ویدیو بخوایی بدی با آژانس میفرستم. ماشینت هم نخواستم. سارا که نمیشناسه. بیا با هم بریم درک. نه یا ترسو خب بگم تو نشونی دادی پچی. خب با زنگ مامان چرا اینجوری میکنی؟
چی میشه آره یه ساعت دیتر بریم؟ هیچی نمیشه. اصلا چرا بریم؟ تو که هنوز نرفته شروع کردی؟ بار آخر از این بار آخر رو کم ندیدم. مامان پول بده، پول کم داره. کجا قرار بوده بیام؟ میام دیگه. خب میام ماما، میام کارمو کنم، منتظر یکیم، میام به خدا. بابا بسی چی منو گرفتید؟ من چیزی هم را بیست آخه؟ همینجوری الان دیدم تو خودم داری؟ من هم کجا میشناسم؟ همینجوری دیدم ات کجا بیام بگیرم؟ چرا میخوام؟ دوری برو دور میدون بایست با چه هستیه؟ یه ماشین نقره گنده است منو دور میدون بایست بیایا نکاری پیدا میکنیم رو سریه چیز نارنجی کرم اینا سرش. نه میگه همش اینجا میگردم. باشه باشه آره آره اوکی دکی ما اونجا رو بس اینجا باشه. که نمیشه که باشم وایسه اونجا نمیتونم اینجا راه نمیدن به هم ماما اونجا وایسه دیگه چیکار کنم الو باشه آخه این یه ذره زهرماری به این همه بدبختی میارزه؟ میارزه به این همه بدبختی؟ باشتی ها بیا
بیرون با نسا سارا بیا تو. سارا اگه مأمور دنبال این دختره باشه دوتاتونو بگیرن من اعصاب ندارم ها. ببین ببین تمام تنم داره میلرزه. مامان جان یه دقیقه نلرز، یه دقیقه بشین. برو بابا گل میخوام چیکار؟ نمیخوام. مامان برو. مامان برو. کجا سارا؟ یه سلیف فقط مامان. بذار یه جهنمی ببرمت. ای خدا خسته شد. خسته شد. چی شده سارا؟ سارا جانم مادر چی شد؟ مادر چی شد سارا؟ سارا جانه مادر مادر سارا مادر جان خوش بهند خوش بهند سارا سارا چته؟ اما تو گویی نامردی خفه شو. چرا موبایلتو خاموش نمی کنی اعصابت به هم می ریزه؟ می نمی کنم خفه شو. چی می خواستی بشه؟ خاک به من انداختم. اون از رویا که جواب نمیده نریمان گذاشته رو انسانی فرزاد گام میدونم داره میدونم داره میگه ندارم چند بار تو خنسی بهتون رسیدم مطمئنی مانی خدایی خب من باید برم شیکه بچه ها مامان با تو هم هیچ جا نمیریم غیر از پیش لیلا من میخوای بری خودت برو یعنی چی خودت برو یعنی الان من نمیتونم باهات بیام چرا میگی باهات مگه به زور دارم میبرمه مگه خودت صد دفعه نگفتی خسته شدم میخوام مثل بقیه زندگی کنم نگفتی؟ یه ساعت فقط چی و یه ساعت؟ سارا جان داری میری ترک میام ولی الان باید برم دیوونه شدی منم دیوونه کردی جونتو گذاشتی کف دستت افتادی دنبال مواد تو نمیفهمی میفهمی؟ نه نمیفهمم نمیفهمی قرصاتو خوردی میتونی طاقت بیاری تا برسی حرف نزن خفم کردی به جهنم که خفه شدی فکر کردی به هر سازی میتونی منو برخصونی وایسا زنده و مردتو میرسونم اونجا ماما سارا جان
تو میدونی اگه تو این شرایط بگیرنت یعنی چی؟ اصلا من و تو به جهنم، من هیچ، ما هیچ. آرش بدبخت چی که اون بر دنیا یه ساله به پای تو نشسته، ها؟ اون چی؟ بار آخره. پس چرا داریم اون جوانو میکشونش اینجا؟ دستتو بده به مادر، عزیزی دلم. طاقت بیار قربونت برم الهی. من مطمئنم میتونی تحمل کنی. مطمئنم قدرتشو داری. یا علی به دادم برس. من تو شهرکم. اوکی اوکی آسان جمعه لبی باش باش. آقا بریم میدون بوستان. تو گفتی گلستان میرم ای بابا؟ نه که در بسته پولشو دارم میدم، الان میگم بوستان. آره لا لا میریم دم گلستان. نه اندازه بهم آدم عوضیه ولی جنسه بد نمیده. بعضی هم داره؟ نه فقط گله ای. او مامانم کنتا کی باش؟ پیچون نمیش اومد. چند تا؟ سه گله. پولدار شدی مهندس؟ تو چی؟ پنج. بچه پیتزا. اول پول. بزن بغل. بزن یکیشو بزنم دماغا. یالا پایین، جنسش حرف نداره. بپر پایین. جون مادرت. وقت نداریم بپر پایین تانلاش. موقشنگ در رو درست بزنی ها. تو چند تا میخوای جیگر؟ یه دونه با همین مالا این هم بده. اه اکی تا حالا خوشگله بتا بکش رو خفه شو واسه که نامی هم بچه مزلف چی میگه؟ برو بیستر شدت گیر نده بیخیال شو ده گوه زیادی میخوره بابا بیخیال نگه دار بیخیال بده بهش اذیتش نکن بده بره چیکارت کنم بده بده خب بندازمت پایین خماری آویزونشه میمون گفتم جنس اینو بده. زود باش درسته دیگه دفعه آخرت هم باشه سواری ماشین میشی ها جنست هم دیگه امن نمیگیری فهمیدی؟ گم شو بیست سمت پرستار هزار تا بدبختی داریم دیر میشه بریم یه دوری میزنیم یه حال حولی یه گپی هم با خانم میزنیم ببین جنس منو بده من کار دارم چی کار داری؟ کارت با من نمیتونم باید برم یکی اونجا منتظرمه حالا یکی فکر کن مایی چه فرقی میکنه معطلم نکن بریم یه دوری میزنیم یه عشق حالی یه حال حولی بعدم میرسونیمت خونه قدم نگران نباش گروش بده بهش بره خدا رو خوش نمیام تو چی میگی بابا؟ این که خودش راضیه مگه نه تو خدا اینم پولش
پولتو بذار جیبت، امروز مهمون منی. بگی من نیستم. نیستی؟ غلطای زیادی، همتون وقتی کم میاری ان خداتونه. جنسشو از ما میگیره، اشغالشو با بچه سوسولای بارشهر. انترا پولدار میشن نجیب میشن نه؟ اشغال بی پدر و مادر بسن نجنه کسافت. بله مادر جان، بله، آخه دیر یکم را افتادیم. همه چی خوبه مادر، خیالتون راحت. سارا خوب چشم، دعای سفرم میخونم مادر. بفرمایید شما. Thank you.
موازه به دستت باش مادر. راستی یادم رفت بهت بگم سارا، امروز صبح آرش زنگ زد، کلی حرف زدیم، منتظر تلفنته. چشم به هم بزنی آرش اومده و میری سر زندگی یه دنیای دیگه. مامان برو تو رو خدا، برو فقط زود برسیم به خاله لیلا. باشه مادر، باشه، هرس نخور، برات خوب نیست. من هیچیم نیست، دیدی که نمردم، عرضه اینم نداشتم. اصلا به اون دیوونه بازی فکر نکن. فکرشو نمی کنم، ولی این دفعه دیگه این نتونم. معلومه که میتونی، تو قوی تر از این حرفایی. خیلی تازه است؟ بله خود به چهارت سیخ برای ما بذار. چی بدم؟ میبری جیگر بذار برام. آقا چهارت جیگر برداری ها. تست شامی هم یادت باشه اینجور بر بابا تو. بعد نمیزنه ها ها. راستی اونو تو از رویا گرفتی؟ میام. الو الو آرش جان سلام. آره منم مادر. آره بیدارت کردم، ببخش منو. آرش جان ببین مادر جان، خواستم بهت بگم که من بی حواس یادم رفت به سارا بگم که تو تلفن کردی. آره الان تو راییم، اینجا آنتن میده. آره این پکره، یه تلفن بهش بزن نفهمه من با تو حرف زدم. آره قربونت برم. مرسی مادر جان، مرسی. خدا خدا. خانم ببرما کباب داده. الان آمدم. Thank you.
الو. سلام. آروم. چطور بیداری این موقع؟ خوبه. منم همینطور. یه دارم میگم دیگه چی بگم. خب دلم برات خیلی تنگ شده. خیلی 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 زیاد. نه خوبی. یه جایی بودیم جاده آنتن نمیدیم. آره نه صبح رفتم دانشگاه همین سر غیبت هم و اینه دیگه. پس شامی ایو خب منم همینجا چی؟ خب نه دیوانه بسته دیگه بخور جون بگیری مادر چی میگفت آرش؟ توی آتلیه عکاسی کار پیدا کرده و خونش رو عوض کرده از این چیزا چه عالی از این موبایل همه چی کجا گذاشتمش الو ای سلام آره خوبم نه هنوز تو راهیم صبح دیر راه افتادیم از شرکت چه خبر؟ بارنامه ها رو فرستادیم برای تمدید؟ آها مشکلی که پیش نیومد خیلی خوب سارا خانومم خوبه باشه باشه تا بعد خداحافظ سلام رسون بهت سلامت باشه آقا سهرابی میدونه من دارم میرم؟ آره چی گفت؟ خب معلومه خوشحال شد از اینکه تو از شهرم خلاص میشی؟ لوس نشو توفه میخوام برم پیش بابا میای با ها فکر کن سارا جان نیم ساعت فقط درست نیست مادر چرا؟ به خاطر فردوس خانم بابای ما هم دور دنیا میگرده هرچی عتیقه هست جمع میکنه والا به خدا اون از زن فرنگی گرفتنش نمازه منظورت به منم هست دیگه هنوزم عاشقه سارا شروع نکن علکی که نمیگم هر وقت خیلی سامه هست میکرد میرم سر جیب بابا عکس تو رو در میام با I hate Sim احمد رزا عاشقتم همینجوری عاشقتم زد همه چی بابای من رو بالا کشید اون بر دنیا طلاق یعنی تقسیم همه چی همه این بلا رو اون سر بابا آورد اون به این روز انداختش والا وقتی برگشتی نیرون که چیزیش نبود ماشالله سر و مر گنده حیوانی بابا اگه عقل حالامو داشتم الو سلام لیلا جونم خوبی این؟ من خوبم نزدیکای خونه بابا من نه خسته بوده خوابش برده میدونم امروز خیلی اذیتش کرده میدونم امروز آرشی میگه اینجا توی نکس آخری ها چرا یه شکلی شدی؟
چرا انقدر آرایش میکنی؟ سیگار که دیگه ترک کردی. از خودم بدم میاد، همش دروغ دروغ. نه با چیزی نیست، درد نمیکنه، خراشه. چشم، میبینم بهتون. خداحافظ. یا علی، سارا چیزی همراهته؟ نه. بدش به من. میگم ندارم دیگه. بزن کنارو. بزن کنارو. اصلا موشنی خوب بگن. چه مواد؟ خواهش می‌کنم. خسته نباشین خانم. کارت مدرک تون. اصلا خدمتتون تقدیم می‌کنم. بفرمایید. سارا گفتی چیزی همراهت نیست ها. داره میره بگرد. بفرما. مرحبا سرکار زیاد. مرحبا سرکار. سارا اگه چیزی همراهت نیست چرا انقدر هول و ولا داری ها؟ اگه خاله لیلا بفهمه چیزی همراهت، آبرو و حیثیتمون میره ها. میگم ندارم. من لیلا رو میشناسم، شوخی تو کارش نیست. اگه بدون چیزی همراهت درجا میندازتت بیرون. اون رو اعصاب من نرو. مادر من واسه خاطر خودت میگم. آره. اگه مشکلی پیش بیاد تو اذیت میشی. دروغ میگی. همه این کارا رو هم داری میکنی از شر من خلاصی. حالت خوب نیست، قرصاتو بهت بدم. هیچ چیزی نمیخورم. بیشه لیلا هم نمیام. سارا چی میگی؟ اصلا اینکه من گم آشقالم عوضی هم حق داری تا چشم چمس برد میام دانت خراب میشه. مصبت چیه این حرفا چیه میزنی؟ کورم ندیدم دم قهوه خونه چجوری بغض کرده بودی. شعر و برو چی میبافی مادر جون؟ بگم دونه بچه فای قنبرن ها؟ همه شو اینه منن، اینه من حالا نه یه سال دیگه. من به بقیه چی کار دارم سارا جان؟ همه شو میزنن، همه چی میزنن، کوکسی، تریاک، ته تهش میرسن به من. بیبریم الان فکر کردی که بدبخت دارین آدم دنیایی ها؟ من چی کار کردم این قرار رو میکنی؟ کاری اگر نیست کاری کنی دارم میبینم. بیبریم قرصاتو بخور. نمیخوام. بیا مادر. خب یابویی ترک کنم. یابونی سقوط آسا دنبال نیا. چه فکر کنی میخوام بزنم ببین هیچی ندارم هیچی. مادر بیا بریم میلان. یه خودم گفه گول میکنم. وایسا وایسا خدای نمیتونم دیگه، نمیتونم بلان در رو بلان. خسته شدم چیکار کنم؟ نمیزنم
خب خوب شد دیگه معلوم نیست. بام نمیای؟ نه من همین دور برا هستم تا تو زود برگردی. قربون صورتت برم. اوکی. به من و تو چه که سیغه است؟ نمیشه هر دفعه میای اینجا به شهر نر کنی و دعواش میکنی که کلفت بوده که بوده، حالا که زن باباته. آره من درکت نمی کنم سارا. سارو بریم دست اولا بچه بازی در نهی را بیافریم نکن بی بریم. نمیتونم بابا را تنها بزنم. لیلا منتظره. زنگ زدم بهش. خدا شاهده دیگه طاقت ندارم. میدونم قربونت برم. خودت هم میدونی من میام پیش خاله لیلا. نکن سارو خورسه هم میخورم. بیا ماما ماما اینو یادم موزاش تیر نخوریم. چرا نمیفرمایین تو سیما خانم؟ بعد اونجا بفرمایین. احمد رضا چرا گذاشتی فردوس بره؟ چه کار میکردم؟ باید اونم التماس کنن. رازیش کن ببرمش. حالش بده. با خودش داره میجنگه. دستشو ندیدی؟ گفت چه میدونم دستش به یه جا گیر کرده زخم شده. زخم شده؟ خودشو زده با تیغ. بهونش اینه که تو تنهایی. باش حرف بزن ببرمش. حرف تو رو گوش میکنه. بعد 6 ماه با شوق و ذوق اومدی اینجا چطوری بهش بگم برو؟ به این خونه بیشتر از یه تخت و کلینیک احتیاج داره. شاید فردوس تا یه ما دیگه نیاد. میاد فردا سرش رو میذاره جا پاش برمیگرد. یه امشب رو میشه تحمل کرد. نمیشه؟ سارا ما باید ببینیم. من لازانیه درست میکنی؟ کی بود میخواست به من جایزه بده؟ خب اجباری نیست. اگه خیلی سختته سارا میتونه ببونه. اگه میشد تنهاش بذارم امشب تو ماشین میخوابیدم. سنت رفت بالا ولی هنوز قدیس. بابا خوراکی ها رو کجا میذاره؟ چی میخوای؟ لازانیا. لازانیا چه میفهمه چیه بابا جان؟ الهی بمیرم براش. نمیدونی امروز چه تحملی میکرد. اگه امشب تا صبح طاقت نیاری چی کار کنم لیلا؟ میترسم بزنه یه بلای سر خودش بیاره. مگه نکرد؟ من بچه خودم رو میشناسم. الهی بمیرم براش. جیگرم از همین میسوزه. اگه چیزی پیش بیاد بیداری بهت زنگ بزنم. تا امشب با بخیر بگذرم. Young Street. نری اونجا و یادی از من نکنی. فکر من هم باش. دلم برای تو و مامان خیلی تنگ میشه. چرا صداشو قطع کردی بابا؟
حالا خصوصی دیگه حرفای خصوصی و از این رو چیزا نه. ببین بابا جا این پسره رو چقدر میشناسی؟ دوستش داری؟ یه جور دیگه است، مثل بقیه نیست. فقط یادت باشه دوست داشتن کافی نیست، عشق مراقبت میخواد، مثل یه بوته گل. اگه هر روز بهش نگاه نکنی، بهش نرسی، یه روز میبینی که از دستت رفت، خوش شد، مرد. تی دست درد نکنه بابا. ماما نپخت، الان حاضر میشه. بعد همه فامیلاشون هم از مشهد دعوت کردن، بعد اون نشه بارش بگم دارم کجا میخوای جا بریم آخه. اینم درست میشه، نگران نباش. میدن اینجا تمیز کنن، رنگ بزنن، اگه جا کم اومد ویلای انوشیروان خانم هست دیگه. این چی دیگه عادیه دیگه سو. یواش یواش یواش. موهات خیلی خیلی گندم میشه. سارا جان، بابایی کجایی؟ به به، عجب میزی چیدی، برو جک. دست شما درد نکنه خانم، هنوزم آشپزی برات سخت. هر شب و هر روز برای 30 تا آدم خوشگذرون غذا درست کردن، بله سختم. کم لطفی میفرمایین خانم، رفقای من از آدمای معتبر این شهر بودن. بله، معتبر. بابایی لیلا چی میگه؟ اون چی کار میتونه بکنه که دکترای تهران نتونسته؟ لیلا دل سوخته است، با جون و دل کار میکنه. بعدم سارا دوستش داره، حرفشو قبول میکنه. یه ماه داره باش با تلفن حرف میزنه. اگه این پسر وضعیت سارا رو بفهمه که این بچه نابود میشه. قرار نیست کس بفهمه. فکر کردی همه این مردا احمقن؟ این بچه رو بزک دوزک میکنی، عکس ازش بود میفرسی. چه کنم آقا، چه کنم؟ آرش یه ماه اومده ایران، سارا رو دیده، اونم توی ترک. حالا اگه عروسی بکنن دو روز دیگه بفهمه میدونی چی میشه؟ نمیارم. غذا برات بپزم. بله.
احمد رضا چه سر صدا انداختی؟ این چه وضعیه؟ همین امروز زنگ میزنیم به این پسر رو بهش میگی نمیاد. واسه چی؟ تو بعد سارا حالش خوب نشه نمیاد. چی میگی اول صبحی واسه خوده؟ اگه سارا بره اون بره دنیا اون پسر پسش بزنه میدونی چی میشه؟ چی میخواد به درش برسه ها؟ من نمیذارم امید این بچه قرچه فهمیدی؟ اگه راه دیگه میشناسی بگو. وقتی داشتی از این خونه میرفتی خیلی چیزا گفتم. داد نزن داد نزن. وقتی میخواستی بری خانم مهندس باشی یادت نبود که بچه داری؟ صبر کن ببینم من ولش کردم یا تو که دزدیش بردیش اونور دنیا؟ چند تا پدر مثل من تو این مملکت سراغ داری که بچه‌شو اینجوری به دندون کشیده باشه؟ بردیش که منو عذاب بدیم. عذابت بدم ها؟ چقدر وقتی برگردوندیش بهت گفتم احمد رضا دختر نوجوونه تو بد سنیه بذار بیاد پیش من، هی گفتی نه نه فقط برای این که بازم منو عذاب بدی. تو وقتی پیش من بود که مشکلی نداشت، دو سال اومده پیش شما به این روز افتاده. اصلا ما اول فکر کردی سرنگ و برداشته گذاشته تو رگش ها؟ خوابی احمد رضا، از خیلی وقت بیشترها شروع شده بود، از اون وقت بنگ و هشیش و سیگاری و از این کوفت و زهر مارا. از همون وقتی شما فکر میکردی که دختر دوست بچه سرشناسان شهر داره میچرخه، از اون موقع چیزو نظری بودی اینجور نمیشد. یعنی من نفهم بودم صلاح زندگی رو تو میدونستی، هرچی که تو بگی هرچی که تو بخوای. چشم و روی خیلی کارا برات کردم. برای من؟ تو که هر کاری دلت بخواست میکردی، من مهم نبودم. عاشقت بودم احمق، شعور نداشتی بفهمی. تو منو جا گذاشتی. بابایی سردم، شنبه بابا رو میارم پیشت. لیلا هم که سرش برای مهمون درد میکنه، بابات هم یه هوایی میخوره. خوبه مادر؟ یه زنگ لیلا بزنم بگم داریم میرسیم. الو لیلا جانم. سلام. آره توراییم. چیزی میخوای تورا بخرم؟ کم چربی دیگه. باشه باشه. آره همه چی عالیه. دیشب باید بودی میدیدی خانوم لباس عروسیشو پوشیده بود، ماه شده بود، ماه. آره همراشه. خاله لیلا میگه اتاق رو به باغو که دوست داری برات آماده کرده. باشه عزیزم میبینیمت. خدافظ. سارا جان
سارا چیه؟ چرا اینجوری شدی مادر؟ چطه؟ چی مادر؟ بمبده چیو؟ مادر خدا مادر داریم میرسیم بار آخره نمیتونم باید بزنم چیو نمیتونی مادر جون دیروز تا حالا طاقت آوردی نکن این کارو نکن اینجور نکن اینجوری مادر نکن اینجور نکن اینجور مادر جون مادر قرآن بده نکن اینجور مادرم نکن قرآن نمیتونم از کجا بیارم از کجا دهت میگم از کجا چی کار داری میکنی؟ نفهمیدم رفتیم سر کی بستیم کار میکنی؟ سارا نکن اینجوری نمیدارم نکن اینجور نمیفهمم نکن سارا این کار رو نکن نمیفهمم بکردی کن سارا کجا خواهیم کردی؟ سارا جان نکن نکن مادر نکن اینجور نکن الله قربونه سر بدم مادر جون نکن ماما بدم زندگی خودت منو به گاه کشیده یا هر غلطی میخوایی بکنی بکن برو هر غلطی میخوایی بکنی بکن Ay, mother, what?
خیلی وقتا از خودم میپرسم کجا رشته زندگی از دستم رفت. شاید اگه اون همه تحقیر رو تحمل میکردم ولی با احمد رضا میموندم بچم به این روز نمیافتاد. شاید، کی میدونه، ولی خیلی از بچه هایی که اینجا میبینی مشکل ساره رو نداشتم. یه من از وقتی اینجور همه گیر میشه هیچکی در امان نیست. سارا حالش خوبه، آرومه، علا خیالت راحت باشه. لیلا، اگه سارا این دفعه نتونه چی؟ هیچی غیر ممکن نیست.